بنابراه خدا، سلام. من وحید رحمانی فرد هستم و این 23 ویدیو از مجموعه آموزشی ریاکت جی اس هست که از طریق کانال آموزشی وی آر اف ادویکیشن تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. اگر 22 ویدیوی گذشته این دوره آموزش رو نگاه کرده باشین، خبر خوب اینه که تونستین سایتی که ابتدای کار با هم بررسی کردیم رو به صورت کامل پیاده سازی کنید و با مقدمات اصلی ریاکت جی اس آشنا شدین. اما ریاکت جی اس به اینجا ختم نمیشه و هنوز خیلی نکات نگفته داره که من سعی میکنم در چندین جلسه باقی مونده از این دوره یه سری از اونها رو بررسی کنم و مباحث پیشرفته تر رو به یک دوره دیگه که در دست تدوین هست موکول میکنم. اگر از ابتدای دوره خاطرتون باشه، چندین بار گفتم که در روند طراحی این سایت با کلاس کامپوننت ها شروع میکنیم و در انتها همه کامپوننت ها رو به فانکشنال تبدیل میکنیم. اما تا اینجای کار فقط تونستیم چند تا از ساده ترین کامپوننت ها رو تبدیل به کامپوننت فانکشنال بکنیم و سایر کامپوننت ها رو به علت یک سری محدودیت ها مثل استفاده از لایف سایکل متد ها یا حتی شی استیت نتونستیم تبدیل کنیم. خب تا قبل از ارائه هوک ها در نسخه 16.8 ریاکت جی اس برای اینکه کامپوننت های کلاس بیسی که حالا یه سری محدودیت های مثل لایف سایکل متد یا شی استیت دارن اونها رو بخوایم به فانکشنال کامپوننت تبدیل کنیم مشکل داشتیم و بعد اونها رو به همون صورت کلاس بیس رها میکردیم. خب خیلی ها دوست داشتن با سادگی فانکشنال کامپوننت ها کار کنن و اون حالا گیرودار کلاس بیس کامپوننت ها و اون حالا سنگینی که اونها برای محصول نهایی خواهند داشت رو نمیپسندیدن. اینجا بود که یه سری هوک توسط ریاکت جی اس ارائه شد. هوک ها برای شبیه سازی برخی رفتارهای کلاس کامپوننت در کامپوننت های فانکشنال ارائه شدن و ما با استفاده از اونها میتونیم خیلی بهتر از برخی کارها رو انجام بدیم که حالا توی ادامه این اسلایدها یکی نمونهش رو با هم میبینیم. هوک های متعددی در ریاکت جی اس وجود دارن و شما میتونید حتی برای خودتون هوک کاستوم طراحی کنید. نمونه های پرکاربرد هوک که خیلی از اونها استفاده میکنیم شامل یوز استیت، یوز افکت، یوز کانتکست و یوز رف هستن که ما در این دوره اونها رو با هم بررسی میکنیم. خب اجازه بدیم ابتدا سراغ یوز استیت بریم چون قرار کامپوننت هایی رو به فانکشنال تبدیل کنیم که دارای شی استیت هستن. خب ما دیدیم که قبلا یه شی خاص به نام استیت توی کلاس کامپوننت ها وجود داره، کلاس بیس کامپوننت ها، که اگر ما توی اون تغییر بدیم، توی حالا اشیایی که توی اون هستن تغییر ایجاد کنیم، کامپوننت به صورت خودکار آپدیت میشه و برای اینکه حالا اون مقادیر توی استیت ها رو بتون آپدیت کنیم بعد حتما دیس دات ست استیت اسم استیت رو میذاشیم و بعد مقدارش رو میدادیم یا حتی برای خوندنش هم بعد میذادیم دیس دات استیت دات اسم اون حالا شیی که توی اون استیت ما تعریف کرده بودیم. یه نمونه شم اینجا میبینید که فرض کنم من یه دونه حالا استیت دارم که توش کاونت رو گذاشتم. حالا توی متد رندر هم میخوام هر وقت کلیک کردم روی کاونت یه دونه شمارش بره بالاتر. و اینجا گفتم یو کلیک مثلا دیس دات استیت دات کاونت و حالا هر وقت اون حالا باتنی که اینجا هست کلیک شد میخوام بگم دیس دات ست استیت کاونت و حالا دیس دات استیت دات کاونت به علاوه یک. میبینید که خب مقدار این دیس دات استیت و دیس دات ست استیت کار ما رو شلوغ میکنه، همیشه بعد از اونها استفاده کنیم. من میتونم این کلاس حالا کامپوننت رو به یک دونه فانکشنال کامپوننت تبدیل کنم، البته بعد از نسخه 16.8 ریاکت جی اس، چون هوک ها ارائه شدن، هوک یوز استیت خصوصا. خب نمونه همین رو در اسلاید بعد میخوام بهتون نشون بدم. من اینجا گفتم که از ریاکت برو یه دونه هوک یوز استیت دارین اینو بیارش. برای استفاده از این حالت استیت ها که ما میخوام اونها رو بزنیم کنار چون این کلاس وجود نداره که من خودم رو در سطح کلاس تعریف کرده باشم، میایم اینجوری یه حالت دو تایی تعریف میکنیم. میگیم من یک کاونتی دارم که برای استفاده از مقدارم کافی بگم کاونت و وقتی میخوام بهش مقدار بدم کافی بگم ست کاونت و با استفاده از یوز استیت یک مقدار پیش‌فرض بهش میدم و بهش میفهمونم که من طریق دسترسی به کاونت از طریق ست کاونت هست. بهش صفر رو دادم. خب اینجا خیلی راحت میبینید که از کاونت استفاده کردم و توی مقدار دهی کردنم هم از ست کاونت خیلی راحت گفتم کاونت رو به علاوه یک و ست کاونتش کن بذار داخل اون آدم متحرک کاونتی که وجود داره. خیلی کد شسته رفته تر و خلاصه تری نسبت به کد قبل دارن. حالا اینها وقتی تعدادشون زیاد بشه ببینید که چقدر میتونه برای من مفید باشه در کد نویسی هام. خب امروز میخوایم بریم با استفاده از این یوز استیت تعدادی از کامپوننت های کلاس بیسمون رو به فانکشنال کامپوننت تبدیل کنیم. با ما در جلسه عملی همراه باشین. خب ما تا اینجا اومدیم با استفاده از قابلیت های ریاکت جی اس یک سایت ایجاد کردیم، یک سری فانکشنالیتی های مد نظرمون بود بهش اضافه کردیم.
خب اسیستنت فانکشنالیتی سرچ کردن بود که حالا اگر سرچ خالی میذاشتیم میخواستیم یه پیغامی بده بعد از مدتی خودش بره، یا وقتی سرچ میکردیم اطلاعات رو از سرور برای ما واکشی کنه بیاره بتونیم اطلاعات رو پاک کنیم، هر کاربری پروفایل خودش رو در سایت خودمون باز کنیم طبق اون چیزهایی که نیاز داشتیم، اطلاعاتی که از گیت هاب گرفتیم اینجا در یک قالب خاص نشون دادیم، و صفحه هوم اباوت رو هم کار کردیم که چجوری بین اینها ما راوتینگ انجام بدیم بدون اینکه استیتمون کلیر بخواد بشه. خب امروز میخوایم کاری که انجام بدیم بیایم از هوکس ها استفاده کنیم. این کارهایی که انجام دادیم رو در ادامه این جلسه ها در طی فکر کنم 10 جلسه آینده یکم مدرن تر کارمون رو انجام بدیم. ما الان با قابلیت های پایه کار کردیم. یکی از این قابلیت ها هوکس ها هستن که میخوایم از اونها استفاده کنیم، کد هامون رو ریفکتور کنیم و به یک شیوه مدرن تر این رو بنویسیم که حجم کد نویسی کمتری داره و قابل فهم تر هم هستش برای اونهایی که حالا با سایر زبان های برنامه‌نویسی کار کردن، و بعد راه کانتکست API ها هم خواهیم رفتش. خب برای این کار بیایم از کامپوننت سرچ شروع کنیم. کامپوننت سرچ یه خوبی برای من داره. چیه؟ یه کامپوننت کلاس بیس هستش که من میخوام به فانکشن بیس تبدیل کنم و اینجا یک استیتی دارم. توی فانکشن بیس ها یا فانکشنال کامپوننت ها بچه ما نمیتونستیم از استیت ها استفاده کنیم. ببینیم چجور میتونیم با استفاده از هوکس ها این قابلیت رو به فانکشن بیس کامپوننت ها هم بیاریم. خب برای این کار چند تا کار باید انجام بدیم. اول که من میخوام اینو تبدیل کنم به یه دونه فانکشن بیس، پس اینجا میگیم کانس یه ارو فانکشن میخوام، یه اکستند کامپوننت خبری نیست، یه ارو فانکشن دارم اینجا که حالا باید بیشتر روش کار کنیم. خب اولین چیزی که داشتیم گفتیم پراپ تایپس ها اینجا دیگه وجود ندارن، میاریم پایین انتهای کار میگیم که اسم کامپوننتمون سرچ هستش، این پراپ تایپس هایی هست که وجود داره اینها رو برام کار کن. خب تا اینجا دیگه ما خطا داریم، فعلا نمیتونیم جلو بریم، این هم برمیداریم بالا، چیز اضافی به سایتمون اضافه نمی کنیم. خب هوکس های متعددی وجود دارن که ما این جلسه میخوایم از هوک حالا یوز استیت استفاده کنیم برای کار با استیت ها در فانکشنال کامپوننت ها. خب قبل از این اجازه بدین چند تا کار دیگه اینجا انجام بدیم. من چون این کلاس ندارم بعد فانکشن تو فانکشن تعریف کنم، اینجا کافی من عبارت کانست رو بذارم که دیگه یک تابع رو توی تابع خودم تعریف کنم. خب اینم از اینجا حل شد مشکل، و این قسمت مربوط به پراپس ها رو اینجا دیستراکشن انجام دادیم، دو تا آیتم شو کلیر و کلیر یوزر رو که از پراپس آوردیم که یک کلمه کلیدی اینجا معنی نمیده، پس من باید یا بیام چیکار کنم بگم من این بالا یه پراپسی به تو میدم دیستراکشن انجام بدیم، یا نه همون بالا دیستراکشن انجام بدم که حالا جلسات گذشته اینها رو دیدیم ما زیاد وارد دیتیل نمیشیم. من همین رو برمیدارم میگم خب دیگه اینم وجود نداره اینجا، یه دیستراکشن اینجا میخوام انجام بدم، میگم یه چیزی برات استارت از تو شو کلیر کلیر یوزر و ست الرت و سرچ یوزر رو از توی اون باید واکشی کنیم. خب اینجا هم دیگه قرار نیست من از دیستات پراپس استفاده کنم، اینجا هم به همین صورت. خب ببخشید من ویدیو رو پاس کردم، مقداری سرفه داشتم. خب بیایم اینجا. خب این دیستات پراپس ها رو ما فعلا برداشتیم دیگه، چیزی اینجا نداریم، حالا یه چیزای دیگه داریم باید اونها رو بیایم حل و فصل کنیم. خب من اینجا یه تک استیت داشتم به نام تکست. وقتی بچه‌ها می‌خوایم از یوز استیت استفاده کنیم برای اینکه یه چیز شبیه به استیت ها در کلاس بیس کامپوننت ها داشته باشیم، بعد به این صورت کار کنیم، کانست یه علامت کروشه باز و بسته می‌ذارین، اون تکست اون حالا فیلدی که داشتین که اینجا تکست بود، میگه من یه فیلد تکستی دارم که برای مقدار دهی کردنش از این متدی به نام ست تکست می‌خوام استفاده کنم که توی زبان‌های برنامه‌نویسی معمولا باب هستش، مساوی با یوز استیت. یوز استیت و یک دیفالت ولیو هم بهش میدیم، میگیم دیفالت ولیو خالی همونجور که اونجا بود. این از این. خب بعد چیکار کنیم اینجا؟ اگه نگاه کنید توی آنچنج من گفتم چی میخوام مقدار اون حالا تارگت ولیو که واچ رو بذارم اینجا، یادتون باشه حالا تو جلسه گذشته من مستقیما همون تکست رو میذاشتم که بعد گفتم حالا چون ست استیت هست میخوایم چندین تایی باشه، شاید چند تا فیلد داشته باشیم، گفتیم ای دات تارگت دات نیم رو میذاریم، اما اینجا چون میدونم تکست دیگه نیازی نیست، کافی اینا رو پاک کنم، میگم ست تکست ای دات تارگت ولیو، همین. خب کد من خیلی بهتر و شسترفته تره. متد آنچنج دیگه تغییر قرار نیست. چون انجام بدیم بیام پایین. خب اینجا دیگه وقتی من بچه اون بالا تعریف کردم دیگه نیازی به رفتن به استیت نیست. خود تکست رو مستقیم برمی‌دارم. میام این تکست مساوی با خالی بود، ست الرت کن که ست الرت هم بالا هستش. اگر نه بیا اینجا سرچ یوزر تو بر اساس اون تکست انجام بده. حالا چیزی که بعد از سرچ هم ما میتونیم انجام بدیم، مثلا تکست رو اگه خالی کنیم میتونیم اینجا بگیم ست تکست خالی. دیگه نمیخواد بیام بگیم this.state.set state فلان.
اینم از این. خب به جای مشکلی که داریم دیگه، ما چون فانکشن بیس هستیم نیاز به ریترن وجود به تابع رندر وجود نداره و یه ریترن تکی میخوایم. خب اینجا هم دیگه دیستی وجود نداره، من آن ثابت رو مستقیم فراخوانی میکنم، یه تابع توی تابع داریم اینجا به همین صورت، چنج همینطور، و اینجا استیت نمیخوایم دیگه، خود تکست به صورت مستقیم استفاده میشه و بقیه موارد که دیگه عادی هستش. سیو میکنیم و سایت میاد بالا. حالا ببینیم فانکشنالیتی ما مثل موقع هست یا نه. من سرچ براد انجام میدم و بله دقیقا مثل همون حالتی که ما توی کلاس بیس کلاس بیس کامپوننت داشتیم اینجا هم همون رو داریم، با این تفاوت که من دیگه فانکشنال کامپوننت هستم و از هوکس ها استفاده، از هوکس یوز استیت استفاده کردم برای اینکه اون حالا قابلیت استیت ها رو به این فانکشن بیس کامپوننت هم اضافه کنم. حالا در جلسات بعدی ما با هوکس های دیگه هم آشنا میشیم. پس اگر استیتی داشتین خواستین باهاش کار کنیم، اینجا می استیت بعدی مثلا میگین چی، کانست فرض کنید نیم هست و یه متد به عنوان مثال ست نیم میدیم مساوی با یوز استیت، این بار مثلا یه دیفالت میدم وحید. برای استفاده از استیت ها بعد به این صورت کار کنید. خب امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا جلسه بعد خدا نگهدار.